من در تهران متولد شدم 1320. 5 سال این طور داشتم، 4-5 سال داشتم که برای مسافرت اینا پدر مادرم رفتن استانبول، بعد من و برادرم هم با هم رفتیم، مدتی اونجا موندیم. پدر مادرم من را اسم نویسی کردن در یک مدرسه فرانسوی، به زبان فرانسه شروع کردیم تحصیلاتمونو. مدرسه خیلی سفت و سخت بود، مال سرها بوده. تابستانه می رفتیم بیوکادا، جزیره بزرگ، تعطیلات که اونجا ماشین اینا نمی رفت، مادرم خیلی دوست داشت اونجا را. بعد از چند سال رفتیم ایتالیا برای کارهای پدرم. بعد اونجا در شهر میلان پدر مادرم تصمیم گرفتن اونجا سکونت بکنه، اونجا بمونن. اونجا باز در مدرسه فرانسوی تحصیلاتمون ادامه دادیم، من و برادرم. برادرم رو فرستادن یک کالج سوئیس، من شروع کردم به درسای کلاسای خصوصی پیانو گرفتن. از استاد که من درس میگرفتم خیلی تشویقم کرد. به پدر مادرم گفت که منم دلش میخواد من اسم نویسی بکنم به کنسرواتوار میلان. اسم نویسی کردم و امتحان دادم و بعد وارد این کنسرواتوار شدم. خیلی جالب بود برای من اون دورانی که من بودم، خیلی آدمای اتفاقا کسانی بودن که بعدا خیلی معروف شدن، و بزرگترینش کلاودی آبادو، رهبر ارکستر که دیگه دور دنیا ایشون ارکسترای برلین و اینا رهبری کرد و اینا. و آخر سال کنسرت میدادیم، کنسرت تو خود کنسرواتوار اینا. بعد از چند سال دیپلم گرفتم با معدل خیلی بالا. بعد از دیپلم مدیر کنسرواتوار منو دعوت کرد در یک تئاتر معروف میلان کنسرت بدم. اتفاقا این تئاتر اسمش تئاتر نووو، نووو یعنی نوین، اتفاقی اسم من داشت این تئاتر. اولین کنسرت بوده، خیلی موفقیت آمیز بود، روزنامه ها اینا نوشتن. بعد از کنسرواتوار میلان یه درسای تکمیلی تابستانا از پروفسور آرتورو بندتی میکلانجلی که مثلا پیانیست بزرگ قرن حساب میرفت اون موقع، تابستانا میرفتم کلاسای ایشون. این خیلی اهمیت میداد به وفادار بودن به تکست، اون چیزی که نوشته. یعنی بعضی مثلا جوان ها یا بعضی ها مثلا از خودشون یه چیزی خیلی دقیق بود این. من اون موقع که تحصیل میکردم خیلی به کنسرت ها میرفتم، خیلی آدم های بزرگ بودن و کورتو رو دیدم که خیلی خیلی پیر بود، اما واقعا آدم ها میگرفت وقت اجرا میکرد و اینا. خیلی جالب بود، مخصوصا برای شوپن. بعد گیزه کینگ، روبینشتاین، اینا را کنسرتاشون میرفتم. بعد اسم نویسی کردم به کنسرواتوار ژنو، به کلاسای ویرتوزیته. ویرتوزیته یعنی کلاسای تکمیلی که دیگه بعد از اون دیگه آدم میتونه کنسرت‌های بین المللی، وارد دنیای بین المللی فرهنگ و هنر بشه. در ژنو هم پروفسور هیلدبراند، خیلی چیز ازش یاد گرفتم، ریلکس بودن و موسیقی را به عنوان مثل خیلی فلسفی دیدن، چیز کردم. اونجا هم دیپلم ویرتوزیته گرفتم. اولین کنسرت دعوت شدم
به لندن. بعد از ویرتوزیته ژنو دعوت شدم به لندن در تئاتر ویگمور هول. ویگمور هول معروف بود برای اینکه میگفتن که هنرمند رو یا معروف میکنه یا میکشه. چون روزنامه ها اینا میامدن ایراد میتونستن بگیرن و یکمی برای اول کاریر مثل یک امتحان بود در واقع. این کنسرت خیلی موفقیت آمیز شد. روزنامه های The Times و Daily Telegraph خیلی مقاله های قشنگ نوشتن در برای کنسرت. بعد از اونجا دیگه خیلی کنسرت ها دادم دور دنیا. دعوت شدم به چین، اولین کسی که در چین بعد از انقلاب فرهنگیشون کنسرت کسی که کنسرت داد من بودم به عنوان خارجی. کی دعوتتون کرد؟ خانم چوئن لای، زن نخست وزیر اونجا، که بله ایشون منو شنید. بعد گفت که خیلی دلم میخواد شما بیایید در مملکت من کنسرت بدید و جوانای چینی شما را ببینن. وکلای مجلس آمریکایی هم اونجا بودن و من صحبت کردن و اینا، و ایشون گفتم که من ایرانی هستم و اینا اینجا کنسرت میدم و خیلی تعجب کرده بودن. کنسرتوی چایکوفسکی را زدم اونجا، چایکوفسکی شماره دو، کنسرتو با ارکستر. ارکسترش مال کجا بود؟ مال همین پکن بود و شانگهای. وقتی از من پرسیدن چه برنامه میخواهید اجرا کنی، اصلا من باورم نمیشد که اگر چایکوفسکی بگم اینا قبول بکنن، چون چایکوفسکی قدغن بود در اون دوره، چون به خاطر اینکه با روسا میانشون خوب نبود و چایکوفسکی میگفتن بورژواست. بعد از اونجا رفتم روسیه، گفتم من از چین میام، کنسرت دادم، کنسرتوی چایکوفسکی دادم، باورشون نمیشد. بعد ضمناً این کنسرتو را قبلا در شهر نورنبرگ آلمان یه صفحه درست شد با رهبری آقای علی رهبری. روسیه وقت دعوت میکردن اصولا چند تا شهر، شهرهای مختلف میرفتن. اون موقع روسیه کمونیستی بود، یه جاها میرفتم که هیچ کس تا موقع ندیده بود. بعد موسکو، لنینگراد، اونجا یا تک نوازی، قطعات مختلف، یا اینکه با ارکستر در لنینگراد و در جاهای دیگه. آثار کیو؟ موزارت در موسکو که یه دفعه کنسرت دادم در دانشگاه لومونوزوف بود. لومونوزوف ساختمانی که از دوران ستالین مونده، اونجا کنسرت دادم و قطعات عجیب غریب زدم. غیر از این که کلاسیکا را زدم، مثلا پروکوفیف که روس بوده، خیلی سخت توکاتای پروکوفیف زدم. بعد پرلودهای گرشوین آمریکایی بود، اونا میانشون بد بود، تا حالا اون دام موقع گرشوین نزده، کنسرت نزده، تو برنامه من بوده. یه دفعه دیگه دعوت شدم به آسیای شرقی. خیلی جالب بود چون اون تا اون موقع هیچ کس اونجاها را ندیده بود. جاهای تاریخی اینا داشتن، اشخاباد و آلماتا. اتفاقا اشخاباد که بودم، ترکمنستان که رفتم، اونجا هم کنسرت دادم، هم رسیتال دادم، هم با ارکستر دادم.
بعد این موسیقی هاشون رو که شنیدم خیلی برای من جالب بود. خودم یه رقص ترکمن نوشتم. یه دستمزد میدادم بعد از کنسرت، البته دعوتم میکردم، بعد دستمزد میدادن اینا. بعد یه مسئله این بوده که روبلو شما نمیتونستید خارج کنید از مملکت. بنابراین من مجبور بودم بعد از کنسرت برم مغازه ها رو بگردم ببینم چی میتونم بخرم که ارزش داشته باشه که ببرم برای دوستا و برای خاطره و اینا. به نظرم میاد که شما دیگه زندگی شخصی نداشتین دیگه، همه زندگیتون موسیقی. بله دیگه، تقریبا بله دیگه. اما خب دیگه من فکر میکردم این زندگی که میکردم زندگی شخصیمون دیگه، جز به دیگه چیز شده بود. خیلی دوست آشناها همه جای دنیا دارم، هر جا میرم احساس خانوادگی میکنم، از بس دوستای خوبی دارم با محبت و اینا. خیلی خونه شما الان کجاست؟ ایران، تهران؟ دنیاست. خب من اونجا بودم زیاد، اما ایران هیچ وقت فراموش نکردم. اینا هم که اینجا هم که میام اصلا احساس نمی کنم که من مدتی نبودم. زندگی رو ادامه میدم، اینجا تدریس میکنم و یکی از لذتهای من این بوده که به این بچه ها وقت، مخصوصا بعد از انقلاب اومدم اینجا، بچه ها جوان ها اینا، من به اینا درس دادم، درس پیانو دادم. اولین کسی من بودم که اینجا کنسرت دادن شروع کرد در تالار وحدت. این جوان ها واقعا گرسنه موسیقی اینا هنر داشت بودن، آمدن، کلاس های خیلی خوبی داشتم و هنوز ادامه میدم و لذت میبرم که منم یه سهم کوچیکی داشته باشم در فرهنگ مملکتم.